خدمت دکتر بنیامین بوکایان هستیم. میخوایم که این پست جدیدی که گذاشتیم رو ریستر بهش نگاه. در خدمتتون هستم. در مورد تندخوری هم و عدم در واقع جویدن غذا هم همیشه این نیستش که این بچه خیلی گشنه باشه و همیشه گشنه باشه. خیلی وقتا شما باید به مشکلات دهانی دندانی شک بکنید. شاید واقعا درد داره تو ناحیه دهان و حفره دهانی که نمیتونه بجوه و مجبوره که غذا رو سریعتر قورت بده. در مورد اینی هم که تو ظرف خاکش زیاد باقی میمونه، اینجوری نیستش که خیلی خاکش رو دوست داشته باشه، اون محیط رو دوست داشته باشه. نه، خیلی وقتا باید شک بکنید به مشکلات کلیوی، به مشکلات مثانه، سنگ ها و حالا انواع عفونت ها. در مورد دیابت این کوچولو باید بگیم که دیابت اینا هم دو نوع داره. دیابت اولیشون وابسته به انسولینه، دیابت نوع دوشون کاملا وابسته به گیرنده های سلولیه که در واقع خوب عمل نمی کنه و به انسولین نمیتونه خوب پاسخ بده. ریسک فاکتوراش هنوز خیلی مشخص نیست، ولی اون چیزایی که ما میدونیم اینه که اگر کوچولوتون خیلی داره توپل میشه، خب در معرض دیابت ممکنه قرار بگیره. جز اون پیری و افزایش سن هم میتونه احتمال دیابت رو بالا ببره. اما چجوری متوجهش بشید؟ ببینید، 4 تا علائم خیلی شایع داره: پرنوشی، پر ادراری و خیلی اشتهای بچه زیاد میشه و در این حال که اشتهاش زیاد میشه وزنش به صورت غیر طبیعی کم میشه. اگر یه همچین نشونه هایی دیدید حتما به دامپزشک مراجعه بکنید که آزمایش خون و ادرار ازش گرفته بشه.